به نام خدا. سلام. ریاضی یک انتکرال ناظره یا غیر عادی مبحثیه که در این فصل بهش میپردازم. بعضی از منابع بهش انتکرال مجازی هم میگن. انتکرال ناظره یعنی چی؟ ببینید انتکرال fx dx از a تا b رو در نظر بگیرید. اگر این a یا b یا هر دو بی نهایت باشه، وقت به این انتکرال من میگم ناظره یا غیر عادی. یا اگر این تابع fx من، تابع تحت انتکرال من تو بازه a تا b بی کران باشه، یعنی بردش نامحدود باشه، به این انتکرال میگیم چی؟ ناظره. پس دو حالت هست که رخ بده، من به این انتکرال میگم ناظره. چیه اون؟ اونم اینه که حد بالا یا حد پایین یا هر دو. پس حد پایین یا بالا یا هر دو چی باشه؟ بی‌نهایت باشه، یعنی دامنه من نامحدود باشه، میشه انتکرال ناظره. یا اینکه این برد تابع اف من توی این فاصله A و B، توی این بازه مورد نظر نامحدود باشه. به این حالت ها اگه دید برخورد کردی، انتکرالتو بگو غیر عادیه. حالا یه انتگرال غیر عادی، یه حالتی داریم بهش میگیم نوع اول، که به این صورت هستش که اگر من انتگرال من به این صورت باشه، از A تا مثبت بی نهایت باشه یا از منهای بی نهایت تا B باشه، وقت این نوع انتگرال ناظره رو من میگم نوع اول. یعنی اگه شما دقت بکنین، در اینجا کران بالا و در اینجا کران پایین من بی نهایت هستش. وقتی این تابع اف من توی این بازه انتکرال گیری من کراندار هستش و انتکرال پذیرم هستش، البته من بخوام این انتکرال رو حساب بکنم باید این حد رو حساب بکنم، یا برای محاسبه این انتکرال باید این حد رو محاسبه بکنم. پس انتکرال اف ایکس دی ایکس وقتی یک کرانم از آ تا مثبت بی نهایته، به چنین انتکرالی شما برخورد کردید، باید از انتگرالت حد بگیری، به جای مثبت بی‌نهایت مقدار سی میذاری، وقتی که سی به سمت مثبت بی‌نهایت میره حد این رو محاسبه میکنی. یا در این حالت به جای منهای بی‌نهایت سی میذاری، وقتی سی به سمت منفی بی‌نهایت میره حد میگیری. به طور مثال من میخوام این انتگرال رو محاسبه کنم، انتگرال یک تقسیم بر x به توان دو به اضافه 4 دی ایکس رو، وقتی که محدوده های و کرانه های انتگرال من از صفر تا مثبت بی نهایته. خب من برای حل این انتگرال در واقع باید این حد رو محاسبه بکنم، باید حد انتگرالم رو از صفر تا سی بگیرم. انتگرال مورد نظر این عبارت خواهد بود، وقتی که سی هم به سمت مثبت بی نهایت میل میکنه. خب من این انتگرال رو محاسبه میکنم و وقتی محاسبه ی انتگرال انجام شد، حالا سی رو به سمت مثبت بی نهایت میل میدم. خیلی ساده است. خب انتگرال مربوطه، یعنی انگار از شما این انتگرال رو خواستن. شما این انتگرال رو جداگانه در نظر بگیر، مثل روش هایی که تا حالا بلد بودی در واقع حل میکنید. خب چطوری این انتگرال رو حل میکنید؟ میگی این انتگرال در واقع هستش یک دوم تانژانت اینورس x دوم دیگه. خب اینا رو که میدونید انتگرال کار کردی و این انتگرال معروفیه، فرمولش هم که حفظ هستی. این انتگرال رو ما داریم. خب حالا من اینو به جای این قرار میدم، پس میشه حد یک دوم تانژانت اینورس x دوم. وقتی که در واقع این انتگرال رو شما از 0 تا 3 حل میکردی، اینجا اگه من بگم 0 تا 3، یه بار که سی بذارم میشه یک دوم تانژانت اینورس سی دوم، یه بارم که صفر بذارم میشه صفر، پس من در واقع مقدارش همون سی دومی که پیدا کردیم و قرار میدم و سی داره به سمت مثبت بی نهایت میل میکنه. من میخوام حد این عبارت رو محاسبه بکنم، یعنی این انتگرال رو محاسبه کردیم شد این عبارت. خب حالا سی وقتی به سمت مثبت بی نهایت میل بکنه، این انتگرال چقدر خواهد شد؟ این انتگرال میشه یک دوم پی دوم،
که نتیجه کار میشه پی چهارم. یعنی اگه سی بی نهایت باشه تانژان اینورس بی نهایت میشه پی دوم و به این صورت ما انتگرال رو حل میکنیم. البته انتگرال های ناصر از این نوع اول وقتی دیدید دیگه نیاز نیست از تعریف حد استفاده کنید. حالا ابتدا این کار رو انجام دادم تا این تعریف رو در واقع یک بار هم که شده استفاده کرده باشم. توی مسئله هاتون میتونید مثل یک انتگرال عادی اون رو حل بکنید. چطوری؟ به روشی که من الان استفاده میکنم با رنگ آبی، روش دوم من. یعنی اصلا فرقی نمیذارم با انتگرالایی که تا حالا حل میکردم و از تعریف حد استفاده نمیکنم. میگم انتگرال مورد نظر من که داده شده اصلا توجه نمی کنم که یکی از کرانها بی نهایته. میگم این انتگرال هست یک دوم تانژانت اینورس x دوم که x من از صفر تا مثبت بی نهایت. حالا یه بار به x بی نهایت میدم یه بار صفر میدم، میشه یک دوم تانژانت اینورس بی نهایت که مثبت بی نهایت هم هست منهای یک دوم تانژانت اینورس صفر که میشه یک دوم ضرب در پی دوم و این هم برابر صفر خواهد بود که همون پی چارو خواهد شد. یک مثال دیگه حل میکنم. انتگرال ای به توان منفی 2x dx از صفر تا مثبت بی نهایت رو میخوام حل کنم. خب من میتونم از تعریف انتگرال ناصر نوع اول استفاده کنم، بگم برای محاسبه این به جای مثبت بی نهایت سی قرار میدم، این انتگرال رو حل میکنم، بعد حدش رو وقتی سی به سمت مثبت بی نهایت میره رو محاسبه میکنم. گفتیم که این کار شاید طولانی باشه و بهتره اینو به عنوان یک انتگرال عادی در نظر بگیری و انتگرال ای به توان منفی 2x رو حل بکنی. انتگرال ای به توان منفی 2x چطوری حل میشه؟ خب میشه در واقع ای به توان منفی 2x تقسیم بر منفی 2. خب الان این انتگرال برابر این عبارت هستش یا نه؟ خب الان اگر شما از این عبارت مشتق بگیری، مشتق ای به توان u میشه u پریم ای به توان u که میشه این عبارت داده شده. خب حالا میگیم از صفر تا مثبت بی نهایت، یک منهای یک دوم که داره چه ای به توان منهای بی نهایت منهای ای به توان صفر، میشه منهای یک دوم ای به توان منفی بی نهایت میشه صفر، ای به توان صفر میشه یک و در نهایت میشه یک دوم و جواب این انتگرال برابر یک روی دو خواهد بود. یعنی این ضریب ایکس رو اگه توجه بکنی، این ضریبی که در اینجا میبینی هرچی که بود در واقع یک تقسیم بر اون نتیجه ما خواهد بود. یعنی انتگرال ای به توان منهای کا ایکس دی ایکس رو اگه دیدی از صفر تا مثبت بی نهایت برابر با یک کا اوم هستش، البته با فرض این که این کایی که داری عدد مثبت باشه. اگه کایت صفر باشه یا منفی باشه اون وقت در واقع این انتگرال وقتی از تعریف حد داری استفاده میکنی حدش موجود نیستش و میگی که انتگرالت واگرا هست. چون وقتی انتگرالای مناصری نوع اول رو به صورت لیمیت می نویسی، اگر اون حد وجود داشته باشه میگی همگراه، اگر وجود نداشته باشه میگی واگرا هستش. پس من اگر انتگرال ای به توان مثلا 2x دی ایکس رو بخوام حساب بکنم از صفر تا مثبت بی نهایت، این انتگرال رو بخوایم حساب بکنیم چه مقداری خواهد شد؟ این میشه ای به توان 2x تقسیم بر 2 از صفر تا مثبت بی نهایت. اون وقت به جاش یه بار بی نهایت میذاریم که میشه بی نهایت، یه بار صفر میذاریم که میشه یک دوم، در نهایت میشه بی نهایت که این انتگرال بهش میگیم که واگراه. پس حدی که در واقع محاسبه میکردیم انگار وجود نداشته. در ادامه بحث انتگرال ناصره نوع دوم رو با هم بررسی بکنید. ببینید
فرض کنید شما تابع افی دارید که تو بازه آ و ب کراندار و انتگرال پذیره. پس افتون تو این بازه کراندار هست و انتگرال پذیر هستش و فقط در نقطه آ یا نقطه ب بی نهایت میشه. یعنی تابع افتون اینجا ببینید که من بازه آب رو بازه باز نوشتم. خب حالا تابع شما توی نقطه آ یا نقطه بی بی نهایت بشه. مثلا اگر در نقطه آ بی نهایت بشه، حالا بی نهایت مثبت یا منفی بشه، انتگرال fxdx رو میخوای پیدا بکنی، حد دو بگیر از این تابع، در واقع از این انتگرال، و به جای اون آت مقدار سی قرار بده و سی رو میل بده به سمت آ مثبت. و اگر در نقطه بیت برابر مثبت منفی بی نهایت شد، برای محاسبه این انتگرال از این انتگرال حد بگیر، به جای اون بیت سی قرار بده. وقتی که حد رو داری محاسبه میکنی، سی رو به سمت بی منفی میل بده، چون در واقع ما بی که داریم حد بالا هست و اینجا علامت منفی میذاریم، یعنی به سمت بی داریم نزدیک میشیم با مقادیر کمتر از بی. و به این صورت من این انتگرال های ناصره رو بعد تعریف بکنم و به اینها میگیم انتگرال های ناصره نوع دوم، که این حدا اگر موجود باشه میگیم انتگرالمون همگراه، اگر موجود نباشه میگیم انتگرالمون واگرا هستش. خب این انتگرال رو میخوام شما برام حل کنید. انتگرال از 0 تا 3 1 تقسیم بر رادیکال 9 منهای x به توان 2 dx. وقتی به این انتگرال نگاه میکنی متوجه میشی که انتگرال ناصره نوع دوم هست، چون تابع fx من، اگر تابع fx رو من اینجا بنویسم، ببینید 1 تقسیم بر رادیکال 9 منهای x به توان 2، بازم هم اگه 0 تا 3 باشه، این تابع من توی این بازه کراندار و انتگرال پذیر هستش. اما توی نقطه x مساوی با 3، یعنی این نقطه‌ای که در واقع کران بالای انتگرال من هستش، تابع من در این نقطه بی نهایت هست، یعنی f 3 برابر با بی نهایت میشه. شما به x عدد 3 بده میشه 9، 9 منهای 9 میشه 0، عدد بر 0 میشه چی؟ بی نهایت. و وقتی میخوای این انتگرال رو محاسبه بکنی، این انتگرال انتگرال ناصره نوع 2 هستش و الان کران بالاش رو داره برات مشکل ساز میکنه، چون تابع در اون نقطه بی نهایت میشه. پس شما به جای این یک سی میذاری و حد رو محاسبه میکنی، میگه حد انتگرال از 0 تا 3 1 تقسیم بر رادیکال 9 منهای x دو دی x رو میخوام حساب کنم. وقتی که شما سیتون داره به چه سمتی میل میکنه؟ به سمت 3 با علامت منفی، یعنی به سمت 3 میره با مقادیر کمتر از 3. خب پیدا کردن این انتگرال که کار ساده ایه، انتگرال رو محاسبه میکنی و ازش حد میگیری. این انتگرال رو که میشناسی، انتگرال 1 روی 9 منهای x دو زیر رادیکال سینوس اینورس دیگه، میشه سینوس اینورس x سوم، که این از 0 تا 30 هستش و من این مقدار رو حساب میکنم، ازش حد میگیرم. پس میشه حد 30 وقتی به سمت 3 میره با مقادیر کمتر، میشه سینوس اینورس 30 سوم، اون یکیش هم 0 دیگه نمی نویسم. خب این مقدار میشه سینوس اینورس 3 سوم که میشه 1، که نهایتا سینوس اینورس 1 برابر پی دوم خواهد شد. پس این نوع انتگرال رو اگر توجه کرده باشی از روش انتگرال ناصره نوع دوم حل کردم. پی انتگرال ها چی هست؟ پی انتگرال ها مثال های معروفی از انتگرال های ناصره هستن. مثلا من میخوام انتگرال 1 تقسیم بر x به توان پی رو محاسبه کنم، وقتی که کرانم از 0 تا i، میبینیم که این یک نوع انتگرال ناصره نوع دوم هستش. این a و p که ملاحظه میکنید
اعداد بزرگتر از صفر هم هستن، مثبتن، و هم یه عدد ثابت هستش. خب حالا این انتگرال رو که میخوام محاسبه بکنم، اگه یادت باشه تو بحث ناصره نوع دو میومدم به جای این صفره که تابم در واقع باعث میشه در اون قسمت تعریف شده نباشه، به جای این صفر سی قرار میدم و سی رو به سمت این مقدار میل میدم با مقادیر بزرگتر از صفر. خب این حد رو محاسبه میکنم. به طور مثال من میخوام این انتگرال رو محاسبه کنم. انتگرال 1 تقسیم بر x به توان 3 دی x رو وقتی که x من از 0 تا 1 در واقع هستش. میام چه کار میکنم؟ میام میگم این برابر با حد انتگرال از c تا 1 x به توان منفی 3 دی x وقتی c به سمت 0 مثبت میره. خب مینویسیم حد x به توان منفی 3 انتگرالش میشه x به توان منفی 2 تقسیم بر منفی 2 توی بازه 0 تا 1. خب این حد رو در واقع برای که محاسبه کنم اول مقدار داخل پرانتز رو محاسبه میکنم. میگیم ما به جای x یه بار 1 قرار میدیم و یک بار 3 قرار میدیم. اگر 1 قرار بدیم 1 به توان منفی 2 میشه 1 تقسیم بر منهای 2 میشه منهای 1 دوم. یک بارم سی قرار میدیم میشه سی به توان منفی 2 تقسیم بر منهای 2. خب میام از منهای 1 دوم فاکتور میگیرم میشه 1، اینم که مثبت شده، به اضافه 1 تقسیم بر سی به توان 2 وقتی که سی به سمت 0 مثبت میره. خب این حد وقتی سی به سمت 0 مثبت بره وجود ندارد دیگه، این حد وجود نداره. وقتی این حد وجود نداره پس این انتگرال واگرا هست. به طور کلی یادتون باشه با رنگ قرمز براتون می نویسم، توی این پی انتگرالی که اینجا دارید می بینید اگر پیتون در واقع کمتر از 1 باشه این حد وجود داره و انتگرالتون همگرا هستش. برای مثلا پی بزرگتر از 1 یا حتی خود 1 میبینید که حدتون وجود نخواهد داشت. همچنین میتونید این عبارت رو هم به عنوان یک پی انتگرال در نظر بگیرید. این همون ناصره نوع اوله. انتگرال 1 تقسیم بر x به توان پی دی x وقتی که کرانم از آ تا مثبت بی نهایت، که اگه یادتون باشه ما اگر یکی از کران بی نهایت باشه به جای اون سی قرار میدیم و حد اون انتگرال رو وقتی سی به سمت مثبت بی نهایت میره حساب میکنیم. اگر این حد رو شما محاسبه بکنید وقت متوجه میشید که برای پی های بیشتر از 1 انتگرال شما همگرا، یعنی این حد وجود داره. به طور مثال مثلا انتگرال 1 تقسیم بر x به توان 3 از مثلا آمونم فرض کنیم برابر با 1 تا مثبت بی نهایت رو مخواد محاسبه بکنید، میگین حد انتگرال از 1 تا 3 رو میگیرم x به توان منفی 3 دی x وقتی که 3 به سمت مثبت بی نهایت میل میکنه و x به توان منفی 3 انتگرالش میشه x به توان منفی 2 تقسیم بر منفی 2 از 1 تا 3 و این حد رو باید محاسبه بکنید که میشه حد به جای x اگه 3 بذارید میشه 3 به توان منفی 2 تقسیم بر منفی 2 منهای یه بارم 1 بذارید میشه 1 تقسیم بر منفی 2 وقتی که 3 داره به سمت مثبت بی نهایت میل میکنه. خب حالا اینو به این صورت هم میشه نوشت. حد الان ما توی این عبارت پیمون 3 بوده و از 1 روی منهای 2 یعنی 1 تقسیم بر 1 منهای پی فاکتور بگیرم میشه 3 به توان منفی 2 و اینجا هم این منها در منها در واقع مثبت خواهد شد چون اینجا من 1 که گذاشته بودم شده بود 1 تقسیم بر منفی 2 و ما از منهای 1 دوم که فاکتور گرفته بودیم
پس اینجا میشه منهایه. و حالا عبارتی که ما اینجا خواهیم داشت اینه که میشه یک به توان در واقع یک منهای پی که همون یک منهای سه منهای دوه که به این صورت تبدیل خواهد شد. حالا حالت مثال مورد نظر ما به این صورته و سی داره به سمت مثبت بی نهایت میل میکنه. این در واقع یک تقسیم از سی به توان دو هستش که میشه صفر، عدد بر بی نهایت میشه صفر و در نهایت جواب میشه یک دوم که میبینید که وجود داره. و من اگر پی بزرگتر از یک دادم به یه حدی رسیدم، وقتی حد وجود داره یعنی انتکرال من همگراه. حالا شما میتونید مثلا این عددتون رو یک یا زیر یک قرار بدید، اون موقع حد وجود نخواهد داشت، انتکرار واگرا خواهد شد. یه مثال جالب اینجا براتون آوردم. انتکرال دی ایکس تقسیم بر ایکس به توان سه از منهای یک تا یک، این یک پی انتکراله که در واقع ما پیمون رو برابر سه قرار دادیم. میتونیم اینطوری بگیم ما الان طبق تعریفایی که داشتیم توی پی انتکرال ها مثلا از عدد داشتیم تا مثبت بی نهایت، مثلا از آ داشتیم تا مثبت بی نهایت که این مدل نیست، یعنی از نوع ناصره نوع اول نیست، یا مثلا داشتیم از صرف تا مثلا یک که اون صرف باعث می شدیم تابع تعریف شده نیستش دوش و اینطوری نیستش. انتکرال مورد نظر از ترکیبی از در واقع دوتا ناصرگی رو داره. من اونو مجموع انتگرال هایی می نویسم که هر کدومشون فقط یه دونه ناصرگی داره. به این صورت می نویسم انتگرال مورد نظر رو می نویسم انتگرال از منهای یک تا صفر یک تقسیم بر x به توان سه دی x به اضافه انتگرال از صفر تا یک یک تقسیم بر x به توان سه دی x. خب حالا اگر توجه کرده باشی ما اینو حل کردیم دیگه، این انتگرال رو ما حل کردیم و این همون انتگرال پی انتگرالی بود که ناصره نوع دوم بود و دیدیم چون پیمون کمتر از یک نیستش این واگرا شد و وقتی این واگراه کل این انتگرال واگرا خواهد شد. پس این جواب این انتگرال رو خواستن ازتون عدد نیستش، میگین واگرا. بعضی ها این اشتباه میکنن که میگن یک روی x به توان 3 فرده و انتکرال از منهای 1 تا مثبت 1 اون 0 میشه. نه، اون نکته ای که ما قبلا استفاده میکردیم برای انتکرال های ناصره صدق نمیکنه. اینو بهش توجه داشته باشید. خب این انتگرال رو در نظر بگیریم. این انتگرال ناصره هستش، انتگرال یک تقسیم بر x منهای k به توان p که از k تا b در واقع کران پایین و بالای انتگراله و فرضم داریم که این کران بالای انتگرال یعنی b از k بیشتره. این انتگرال برای pi کمتر از یک همگرا هستش. این نکته رو به خاطر بسپارید، میتونید برای خودتون یک مثال هم در واقع بزنید. و حالا پیتون اگر از یک بزرگتر مساوی بشه انتگرال واگرا. و همچنین این انتگرال رو توجه بکنید، انتگرال یک تقسیم بر x منهای k به این قدر مطلقش به توان پی، کرانهای انتگرال هم از a تا b، این k هم که اینجا مشاهده میکنید بین a تا b قرار داره. این انتگرال هم مثل بالایی برای پی های کمتر از یک همگرا خواهد بود. به طور مثال انتگرال یک تقسیم بر x منهای یک به توان دو دی x رو میخوام وقتی که x از 0 تا 3 تغییر میکنه رو محاسبه کنم. میگم که اگر با این مقایسهش بکنیم میبینیم پیمون برابر 2ه، کامون هم برابر 1 هستش و این کا من که 1ه بین محدوده 0 تا 3 قرار داره، یعنی عدد مورد نظر که کانام داره توی این رنج بین 0 تا 3 وجود داره. طبق این تعریف پی رو نگاه میکنیم، چون پی من کمتر از یک نیستش، عددش بزرگتر از یک هستش، این انتکرال رو من بخوام حل بکنم
در واقع میگم انتگرالم واگرا هستش و اگه مثلا یه تست باشه چند گزینه داشته باشه عدد داشته باشه ما اون گزینه‌ای که عدد داره رو انتخاب نمی‌کنیم، گزینه رو جواب میدیم که نوشته انتگرال واگرا. آزمون‌هایی برای تعیین همگرایی یا واگرایی انتگرال‌های ناصره وجود داره. من اگه بخوام از تعریفی که خدمتون گفتم استفاده کنم و بگم این انتگرال ناصره همگرا هست یا واگراه، همیشه کار ساده ای نیست و نیاز دارم به یک سری آزمون ها، مثل آزمون مقایسه، مثل آزمون نسبت حدی، مثل آزمون های دیگه ای که حالا وقت بشه خدمتون خواهم گفت. اولین آزمون، آزمون مقایسه هستش که خدمتون آموزش میدم. فرض کنید انتگرال fx dx رو من i بنامم و انتگرال gx dx رو j بنامم و این دوتا یعنی i و j فقط در یک نقطه ناصره باشن، یعنی i و j فقط اینم در نظر میگیریم به عنوان فرق، فقط در یک نقطه ناصره هستند و اون نقطه مشترک بین دوتا انتگرال هستش و در همسایگی نقطه ناصرگی هم داریم تابع اف ما از تابع جیمون بزرگتر مساویه و هر دو هم بزرگتر از صفره. با توجه به این موضوع دو تا نتیجه رو میتونم بگیرم. همگرایی انتگرال اول من یعنی همگرایی آی نتیجهش چیه؟ اینه که جی هم همگرا هستش. وقتی که اف من از جی من بزرگتره، اف هم انتگرالش همگرا باشه، وقت انتگرال جی هم همگرا و واگرایی اون کوچیکتره، یعنی جی واگرایی انتگرال جی من، نتیجهش اینه که آی هم واگرا خواهد بود. این آزمون رو بهش میگن آزمون مقایسه، یعنی با توجه به اینها من با دونستن یک همگرایی یک انتگرالی میتونم در مورد انتگرال دیگه‌ای قضاوت کنم. به طور مثال من میخوام ببینم که انتگرال یک تقسیم بر ln x dx این انتگرال واگرا یا همگرا. خب این انتگرال ناصره نوع اوله، میبینید کران بالاش مثبت بی‌نهایته و من برای حل این چه بکنم؟ یک مقایسه ای رو در واقع خواهم داشت. شما میدونید که یک تقسیم بر ln x بزرگتر از یک تقسیم بر x و هر دو بزرگتر از صفر، این رابطه مشخصه و من میدونم که انتگرال یک ایکسوم دی ایکس از دو تا مثبت بی نهایت واگراه. اینو میدونم، ما در مورد این انتگرال صحبت کردیم که الان اینجا این انتگرال رو که توجه بکنید یک پی انتگراله که پیش برابر یکه و این انتگرال واگراه. خب در این رابطه چون این انتگرال واگراه هست، طبق آزمون مقایسه این الان واگرا انتگرال این، پس انتگرال این عبارتی که از اون بزرگتر هست اون هم واگرا خواهد شد، یعنی واگرایی این کوچیکتره نتیجه میده که بزرگتره هم واگرا هستش. یه آزمون داریم به اسم آزمون همعرضی که در واقع یکی از نتایجی که از آزمونی به اسم آزمون نسبت حدی گرفته میشه. من فقط به همین آزمون همعرضی میپردازم فعلا. ببینید فرض کنید تابعی دارید مثل fx و این تابع fxتون فقط در یک نقطه مثل x0 ناصره هستش و در این نقطه هم تابع fxتون با gxتون هم عرضه. اون موقع انتگرال تابع fx dx تون از a تا b و انتگرال تابع gx تون از a تا b از نظر وضعیت همگرایی
یکسانن، یعنی این همگرا باشه این هم همگراه، این واگرا باشه این هم چیه؟ واگرای. یعنی وقتی دو تا تابع هم ارزن، انتگرال هاشون هم از نظر همگرایی وضعیت یکسانی خواهند داشت. به طور مثال اگر من بخوام این انتگرال رو ببینم وضعیتش چطور همگرای یا واگرایه، میگم انتگرال مورد نظر هست از صرف تا یک x به اضافه 2 تقسیم بر x2 به اضافه رادیکال x. خب این نقطه ناصرگیش x مساوی با صفره، یعنی الان نقطه صفر رو دقت کنین، مخرج رو داره صفر میکنه و نقطه ناصرگیش هستش. خب در رابطه با این نقطه ناصرگی من میام x به اضافه 2 تقسیم بر x به توان 2 به اضافه رادیکال x رو معادلش رو پیدا میکنم. خب در نقطه x مساوی با صفر، خب این در واقع کم درجه ترینش 2 و مخرج هم رادیکال x هستش و این با این هم عرض هستش و حالا من حالا به جای رادیکال x هم میتونم نیستم x به توان 1 دوم، که این پس انتگرال من که حالا البته پیش به صورت کلی من نوشتم 1 دوم هستش که پیش 1 دوم قرار گرفته، ما چون میبینیم که این انتگرال 0 تا 1 1 تقسیم بر x به توان 1 دوم قبلا دیده بودیم، چون پیش از 1 کمتره این انتگرال همگراه، طبق همین بحث هم ارزی این انتگرال همگرا خواهد بود، چون تو نقطه ناصرگی تابع من در واقع با این تابع هم ارز بود و چون این تابعی که با اون هم ارز همگراه این هم همگرا خواهد شد. خب وضعیت همگرایی این انتگرال رو مشخص کنید. یه انتگرال ناصره است، میخوام ببینم همگرا هست یا نه. خب الان شما به این انتگرال اگر توجه بکنید، اینجا ما مثبت بی‌نهایت رو داریم و x به اضافه 2 تقسیم بر x به توان 3 به اضافه x به اضافه ریشه 3 x هم عرض با چه در واقع تابعی خواهد بود در قسمت بی‌نهایت، در x مساوی با مثبت بی نهایت که نقطه ناصرگی هست. اینجا درجه بیشتر رو در نظر میگیریم، میشه x و پایین میشه x به توان 3 که مساوی 1 روی x به توان 2 هستش و چون این توانش از 1 بزرگتر هستش این همگراه و چون این همگراه و اینها با هم هم ارزه پس این هم همگرا خواهد شد. همگرایی مطلق، ببینید یه دفعه از شما تابع تحت انتگرالتون یعنی fxتون حول نقطه ناصرگی تغییر علامت میده، اون موقع قدر مطلق تابع تحت انتگرالتون در نظر میگیرید، میگید که اگر انتگرال fx dxتون ناصره باشه، انتگرال قدر مطلقش همگرا باشه، اون وقت انتگرال fx dxتون همگرای مطلق هستش. پس من میگم اگر این ناصره باشه و برای حالت قدر مطلقش بدونیم که همگراه، این همگرای مطلقه، به این میگیم همگرای مطلق. به طور مثال الان این انتگرال رو من میخوام نشون بدم همگرای مطلق است، نشان دهید که همگرای مطلقه. خب خیلی ساده است، ببینیم ما میدونیم که سینوس یک ایکسوم تقسیم بر رادیکال ایکس یعنی ایکس به توان یک دوم قدر مطلقش کمتر مساوی یک تقسیم بر ایکس به توان یک دوم هست دیگه، این واضحه دیگه، اینو همه میدونن که این رابطه برقرار هستش. خب طبق اینکه این رابطه برقراره و من میدونم که انتگرال یک تقسیم بر x به توان 1 دوم از 0 تا پی، این در واقع این عدد رو نگاه بکنید با توجه به صحبتایی که انجام شد، چون عدد از 1 کمتر اینجا
این همگراه و این چون همگرا هستش، طبق آزمون مقایسه این انتگرال، پس میگیم انتگرال قدر مطلق سینوس یک ایکسوم تقسیم بر ایکس به توان یک دوم هم از صفر تا پی دی ایکس هم همگراه. اینو طبق آزمون مقایسه میگیم. این رابطه برقراره، تابعی از تابعی دیگه کمتره و ما میدونیم که اون بزرگتره همگراه. نتیجه میگیریم که کوچیکترم همگراه. حالا طبق صحبتی که اسلاید قبل کردم، وقتی که ما داشتیم انتگرال قدر مطلق یک تابعی همگرا باشه، خود تابعه هم ناصره باشه، ناصرگی این هم در کجاست؟ در x مساوی با صفر و سینوس یک ایکسوم هم در اطراف صفر تغییر علامت میده. به خاطر این همگرای مطلق خواهد بود. خب یک انتگرالی داریم که سینوس x تقسیم بر x به توان 3 شده. از کران 1 تا مثبت بی‌نهایت میخوام همگراییشو بررسی کنم. پس سوال من از شما اینه که این انتگرالی که به شما داده شده آیا همگرا یا واگرا؟ بررسی همگرایی. خب ببینید، در بی‌نهایت ناصر است. در بی‌نهایت چی هست؟ ناصر است. فقط توی نقطه این وضعیت وجود داره، توی بازه یک تا بی نهایت. خب ببینیم، ما اینو میدونیم که قدر مطلق سینوس x تقسیم بر x به توان 3 از 1 تقسیم بر x به توان 3 کمتره. واضحه دیگه، درسته؟ چون قدر مطلق سینوس x یه عددیست کمتر مساوی 1، پس این رابطه برقرار هستش. سینوس بین چه محدوده ای هست؟ سینوس بین محدوده ای منفی 1 و 1 است. خب حالا با توجه به این موضوع و همچنین انتگرال 1 تقسیم بر x به توان 3 توی بازه 1 تا مثبت بی‌نهایت، هم بازه‌ای که این داره، این همگرا طبق صحبتایی که کردیم، توی این عدد عددیه که این پی بود که ما در موردش صحبت کردیم، اگر مثلا توی چه محدوده‌ای باشه، بزرگتر از 1 باشه، وقتی انتگرال همگرا میشه، با توجه به این دوتا موضوع متوجه میشیم که انتگرال سینوس x تقسیم بر x به توان 3 تو بازه 1 تا مثبت بی‌نهایت همگرای، اون هم همگرای مطلق هستش. مثال شبیه اون حل کنم. باز میخوام انتگرال سینوس x تقسیم بر x به توان 1 دوم رو بررسی کنم. بازم کرانم مثل قبلی از یک تا مثبت بی‌نهایته. میخوام ببینم همگرا هست یا نه. بررسی همگرایی. خب ببینین، اینجا الان من میام این انتگرال رو در نظر میگیرم که یک، مثلا به این صورت یک تغییر متغیر اول بدم، یک تقسیم بر x به توان یک دوم اگه من u در نظر بگیرم، مثلا جز به جز برم، و سینوس x دی x رو دی v در نظر بگیرم، مشخص هستش که از این من مشتق اگر بگیرم، به این صورت میشه دی x مساوی با دی u. مشتق این عبارت، این در واقع x به توان منفی یک دوم هست. مثلا میتونم بگم مشتق صورت در مخرج میشه صفر، میرای مشتق مخرج در صورت میشه منهای یک دوم x به توان منهای یک دوم، مشتق مخرج در واقع در صورت بر مربع مخرج. به این صورت من میتونم بنویسم دی x مساوی با دی u. از این هم انتگرال بگیرم، منهای کوسینوس x مساوی با دی v بشه. حالا من این انتگرال رو اگر از جز به جز حل بکنم، مشخص شد u و اینا، میشه u و منهای انتگرال v دی u. u و رو قرار میدم میشه منهای کوسینوس x ضربه در این عبارت که میشه x به توان یک دوم، یعنی همون رادیکال x. این عبارت منهای انتگرال v دی u، وی مونم که به این صورت هستش که ما مشخص میکنیم اینجا البته این منهای کوسینوس x برابر v هستش، v برابر منهای کوسینوس که میشه منهای کوسینوس x در دی u،
که این منها در منها مثبت میشه و یه یک دوم داره، یک دوم رو قبل از ان تکرار میارم و میشه x به توان منفی یک دوم مخرج ببرم که بشه x به توان 3 دوم و این ان تکرار ما خواهد شد. از یک تا مثبت بی نهایت، این هم از یک تا مثبت بی نهایت. خب این عبارت رو اگه من بخوام بررسی بکنم، در بی نهایت حدش صفر هستش، یعنی بررسیش خیلی واضح هستش و پس این میگیم حدش در بی نهایت برابر صفره. این انتکرار کوسینوس اکس ایکس به توان 3 دوم هم این در واقع همگراه. علت این که این همگراه و مشابهش حل کردیم دیگه، قدر مطلق این عبارت از یک تقسیم بر x به توان 3 دوم کمتر مساویه و یک تقسیم بر x به توان 3 دوم همگراه، به خاطر این همگرا هستش. پس چون این حد شبینهیت صفر شد، این هم همگرا شد، این در واقع همگرا خواهد بود. پس ما بخوایم بگیم این انتکرال وضعیتش چیه؟ همگراه. حالا همگراش هم همگرای مشروطه که دیگه اینکه مطلقه یا مشروطه هم شما بررسی بکنید. پس نتیجه نهایی از اینجا ما گفتیم چون با این تحلیل همگراه و مشروط بودنم افتاد برای شما. خب ببینیم این انتکرال همگرا هست یا همگرا نیست. انتکرال سینوس x تقسیم بر x به توان 3 توی کران 0 تا 1 به نظرتون همگراه؟ نظری نداریم؟ خب ببینید در صفر من بررسی بکنم، الان در x مساوی 0 اگه این بررسی بشه، ما میتونیم بگیم که سینوس x تقسیم بر x به توان 3 هم عرض با چی؟ به جای سینوس x چی میتونیم بذاریم؟ x. بعد یه دونه x رو که ساده بکنیم میشه 1 روی x به توان 2. پس در صفر من به جای سینوس x x میذارم. ما تو بحث حد اینو میدونیم. خب حالا الان ما رسیدیم به 1 روی x به توان 2. ما الان 1 روی x به توان 2 انتکرالش از 0 تا 1 رو یادمون هستش که چه وضعیتی داشت دیگه. از 0 تا 1 1 روی x به توان 2 dx، چون این عدده باید کمتر از 1 باشه و اینطوری نیستش، این پس واگرا هست. اگر این عددی که ما اینجا داریم وقتی انتگرالمون کرانمون مثلا 0 تا 1 هستش، زیر 1 باشه انتگرال همگرا میشد، بالای 1 بود مثل اینجا انتگرال واگرا. پس این انتکرال واگراه، به خاطر این میگیم این انتکرال واگرا هستش. یا به عنوان مثال دیگه ای انتکرال سینوس x تقسیم بر x به توان 3 رو میخوام بررسی کنم توی این بازه 0 تا مثبت بی نهایت. خب به نظر شما این انتکرال چی؟ همگراه واگراه چطوریه؟ توی 0 و مثبت بی نهایت ناصرگی داره، یعنی ناصرگیش توی x مساوی با 0 و x مساوی با بی نهایت هستش. خب چه کنیم؟ ببینیم این انتکرال از 0 تا مثبت بی نهایته، چون دو تا نقطه ناصرگی ما براش پیدا کردیم، من این انتکرال رو می‌نویسم از 0 تا 1 و 1 تا مثبت بی نهایت. باید اینطوری انتکرال رو به دو انتکرال، در واقع مجموع دو انتکرال بنویسم. میشه سینوس x تقسیم بر x به توان 3 dx، دوباره همین سینوس x تقسیم بر x به توان 3 dx. خب این انتکرال مورد نظر ما الان توی اسلاید قبل در موردش صحبت کردیم، احتمالا که یادتون نرفته، دیدیم واگرا بود. خب این هم در مورد سینوس x تقسیم بر x به توان 3 توی 3 اسلاید قبل صحبت کردیم و دیدیم این همگرای مطلق بود. خب این واگرای، این همگرای مطلقه، پس حاصل کار واگرا خواهد. به طور کلی من خدمتون عرض بکنم که ببین انتکرالی که ما داشته باشیم به این شکل، انتکرال سینوس x تقسیم بر x به توان p، بازش از یک تا مثبت بی نهایت اگر باشه، این انتکرال در واقع ناصری ما اگر پیش بیشتر از یک باشه همگرای مطلقه، پیش بین صفر و
یک باشه، حتی مساویو برای یک میذارم، پی بین 0 و 1 باشه، همگرای مشروطه. و همچنین انتگرال سینوس x تقسیم بر x به توان پی بازش اگر 0 تا مثبت بی نهایت باشه، این وضعیتش چگونه خواهد بود؟ خب در رابطه با این میتونیم بگیم این صورت که اگر پی من بیشتر مساوی 2 بود در اینجا، وقت واگرا یعنی واگرا بودن، و اگر پی من بین 0 و 1 بود همگرای مشروطه، اگر بین 1 و 2 بود همگرای مطلق داره. انتگرال یک تقسیم بر x به توان 4 به اضافه x به توان 1 دوم رو توی کران 0 تا مثبت بی‌نهایت میخوام ببینم همگرا هست یا نیست. به نظرتون چیه این همگراه؟ خب ببینید در x مساوی با 0 و x مساوی با مثبت بی‌نهایت این ناصره است. پس این انتگرال رو مجموعه دو تا انتگرال می‌نویسم، یکی از 0 تا 1 و یکی هم از 1 تا مثبت بی‌نهایت. وقتی از 0 تا 1 دارم در رابطه با این صحبت میکنم، خب اون موقع من میتونم هم ارزشم بنویسم مستقیما در نقطه 0، این معادل با x به توان 1 تقسیم بر x به توان 1 دوم هستش که توانش کمتره، و در بی نهایت معادل اون توان بزرگتره، یعنی 1 تقسیم بر x به توان 4 دی x هست. و من حالا توی بازه 0 تا 1 این انتگرال رو که میخوام بررسی بکنم میدونم همگراه و این هم همگراه، و این انتگرال مجموع دو انتگرال همگرا بود، پس همگراه. دوباره این موضوع رو یادآوری میکنم که چند بار در موردش صحبت شده، شما اگر از دی x تقسیم بر x به توان p انتگرال بگیرید از کران آ که یه عدد بزرگتر از 0 تا مثبت بی‌نهایت، اگر پیتون بیشتر از 1 باشه همگراه. به خاطر این عدد اینو اگه نگاه کنین، آ رو اگر 1 بدین میبینید که این عدد 4 بزرگتر از 1 و این همگراه. و همچنین اگر شما انتگرال بگیرین از دی x تقسیم بر x به توان p، وقتی که کرانتون از 0 تا یه عدد بزرگتر از 0 هستش، این به ازای پیای کمتر از 1 همگراه. و الان اینجا رو اگه نگاه بکنین، از 0 تا 1 عدد بزرگتر از 0 یعنی آمون 1 داریم انتگرال میگیریم، پیمون 1 دومه چون از 1 کمتر هستش همگراه. انتگرال 1 تقسیم بر x منهای 1 به توان 2 در بازه 0 تا 3 رو میخوام بگیرم. خب اگه این انتگرال سوال کنکور بوده و دانشجوی فصل که الان داخلش هستیم، یعنی بخش انتگرال ناصره رو مطالعه نکرده باشه، میاد این انتگرال رو به این صورت حل میکنه، میگه این انتگرال 1 تقسیم بر x منهای 1 به توان 2 دی x توی بازه 0 تا 3 مشخصه که چطوری حل خواهد شد. شما میتونی این انتگرال رو حل بکنی، یه انتگرال ساده است دیگه. جواب این انتگرال چه خواهد شد؟ شما حالا به هر روشی که بلدی بری این انتگرال رو حل کن و ببین جواب چقدر خواهد شد. پس جواب رو اگه پیدا بکنی میشه منهای 1 تقسیم بر x منهای 1، که اگر از 0 تا 3 مقدارش رو بخوام پیدا بکنم، اگر بهش 3 بدم میشه منهای 1 تقسیم بر 3 منهای 1 2، منهای اگر 0 بدم میشه مقدار 1، منهای 1 دوم منهای 1 میشه منهای 3 دوم. دانشجو به این جواب میرسه و خیلی خوشحاله، تو گزینه ها میزنه میگه تست ساده بود. این جواب نادرست هستش. این جواب نادرسته. چرا؟ چون مقدار 1 ما که باعث ناصرگی خواهد شد، در واقع ریشه مخرج هستش، اگه به x 1 بدم مخرج رو صفر میکنه، این مقدار 1 توی بازه انتگرال من وجود داره. پس ما باید اینو قبلش بحث بکنیم. در 1 در x مساوی 1 این انتگرال ناصره هستش. پس ما چه باید بکنیم؟ یعنی میگیم که انتگرال توی مورد نقطه ناصره است و جوابی که برای این بدیم توی گزینه ها باید بگیم این انتگرال واگراه، یعنی عددی نباید براش بگیم. این مقدار منهای 3 دوم هم بهش یه اسم میگن،
بهش میگن چی؟ مقدار اصلی کوشی برای این انتکرال مورد نظر. پس حواستون باشه که انتکرال دارید محاسبه میکنید، نحوه محاسبش عددی که در واقع اینجا داره مخرج رو صفر میکنه، یعنی ناصرگی داره ایجاد میکنه برای انتکرال، توی بازه شما نباشه. خب یه تست ارشد حل میکنیم. انتگرال از 2 تا 4، این مقدار رو میخوام پیدا کنم. x تقسیم بر رادیکال قطر مطلق x به توان 2 منهای 9. ببین اگه شما عدد 3 که ریشه مخرج رو توجه بکنید، باعث میشه که این در واقع مقدار این تابم بیکران بشه دیگه. پس من میگم تابه من یا انتگرال من در نقطه x مساوی با 3 یک ناصرگی داره. پس میگیم ناصرگیش کجاست؟ در x مساوی با 3 که در داخل بازه هم هستش. بازه من چند تا چنده؟ 2 تا 4. به خاطر این باید قبل از اینکه این انتگرال رو حل بکنم باید ببینم مثلا همگرا هست یا نه. پس باید ابتدا بررسی کنم بحث همگرایی این انتگرال رو. خب ببینید این x به توان 2 منهای 9 رو من به چه صورت میتونم بنویسم؟ میتونم بنویسم x منهای 3 در x به اضافه 3. پس من میتونم بنویسم x تقسیم بر x منهای 3 در x به اضافه 3 که این عبارت هم داخل قطب مطلق هست. خب حالا چون بحث من نقطه 3 هست، در نقطه 3 صورت 3 میشه و مخرج هم میتونم بنویسم x منهای 3 اگه به x 3 بدم 0 میشه، پس میذارم خودش بمونه، میشه x منهای 3 در واقع قدر مطلقش، و اینجا هم به x اگه 3 بدم میشه 6، ضربه در عدد 6 که اینو من میتونم بنویسم. این در واقع با این مقدار هم عرض بود، اینا همه با هم هم عرض هستن. این هم میتونم بنویسم 3 تقسیم بره رادیکال 6 ضرب در 1 تقسیم بر رادیکال. حالا رادیکال هم به صورت توانی بنویسیم، x منهای 3 قدر مطلقش به توان 1/2. ما میدونیم که این همگراه، قبلا دیدیم که این انتگرالی وقتی که این توانش در واقع کمتر از 1 هستش انتگرال همگراه، توان بزرگتر مساوی با 1 بود و وقت واگرا میشد. این چون همگراه هستش پس کلن انتگرال من همگراه. پس بررسی همگرایی کردیم، دیدیم انتگرال همگراه. حالی که خیالمون راحت شد همگراه، شروع میکنیم حل میکنیم. میرم تو اسلاید بعد ادامه میدم و در اینجا بحث رو ادامه میدیم، حل میکنیم انتگرال رو چجوری حل بکنیم. خب برای حل این انتگرال من مینویسم در واقع عبارت داخل قطر مطلق رو در x مساوی با 3 در واقع توجه باید بکنیم که این در x مساوی با 3 تغییر علامت میده دیگه. پس من میگم این انتگرال مساویه با انتگرال من همون 2 تا 3 بنویسیم و 3 تا 4 و میشه x تقسیم بر رادیکال. خب اینجا وقتی که من توی بازه 2 تا 3 هستم این قطر مطلق مقدارش منفی هست، پس میشه 9 منهای x2 و توی بازه 3 تا 4 اگر عدد بدیم مقدار قطر مطلق مثبت خواهد شد، میشه رادیکال x به توان 2 منهای 9. پس ما این دوتا انتگرال رو داریم. خب این انتگرال رو بعد حل بکنیم، محدوده ها رو اعمال بکنیم و به جواب نهایی برسیم. خب این انتگرال خیلی ساده است، در واقع به راحتی مشخصه که این انتگرال هست در واقع منهای رادیکال 9 منهای x به توان 2 اگه از این مشتق بگیرید همین عبارت میشه، یه بازی 2 تا 3 و این انتگرال هم هست رادیکال x2 منهای 9، این هم بازش هست از 3 تا 4 که مقدارها رو قرار میدیم و این کار رو دیگه به شما میسپارم. خیلی ساده است و جواب نهایی مشخص خواهد شد. یه تست دیگه بررسی میکنیم. انتگرال این مقدار 1 تقسیم بر 3 به اضافه کوسینوس x رو میخوام پیدا کنم. این انتگرال مقدارش چقدر هستش؟ توی بازه 0 تا 2π. باز توجه بکنید
ما قبلا شبیه اینو حل کرده بودیم قبل از اینکه تو این فصل باشیم، اما این بازه 0 تا 2 پی رو بعد اینجا بهش توجه بکنم. وقتی که x من توی این بازه 0 تا 2 پی قرار داره، x دوم من بین بازه 0 تا پی قرار داره. چرا بحث x دوم کردم؟ چون ما یه تغییر متغیر میدادیم برای حل این انتگرال که حلش کرده بودیم و اون اینطوری بود z مساوی با تانژانت x دوم. ما این تغییر متغیر رو داشتیم. خب وقتی که ما این تغییر متغیر رو داشتیم، x من وقتی بین 0 تا 2 پی، یعنی x دوم من بین 0 تا پی هستش، اون موقع اینجا این انتگرال رو که میخوایم پیدا بکنیم، این z مقدارش چقدر خواهد شد؟ در واقع مقدار z من 0 میشه، هم برای در واقع x دوم اگر 0 بدم تانژانت 0 0 میشه، پی هم بدم 0 میشه، انتگرال من 0 میشه. با این جواب اشتباهی هستش. این نقطه x مساوی با پی، نقطه x مساوی با پی نقطه ای که توی بازه 0 تا 2 پی وجود داره و نقطه ناپیوستگی هستش. چرا؟ چون تانژانت پی دوم میدونی که تعریف نشده است دیگه. پس چه باید کرد؟ پس میدونی تست مهمی بوده و برای این کار من میام از یک نکته استفاده میکنم. نکته چی میگه؟ میگه اگر تابعی مثل F داشته باشی و دور تناوبش T باشه، یعنی تابع متناوبی داری مثل F با دور تناوب T، پس میگم اگر دور تناوب F برابر T باشد، وقت انتگرال F به تمام در واقع بازه هایی که طول اون T هستش با هم برابره. یعنی چی؟ مثلا وقتی من میگم انتگرال تابع fx dx از 0 تا t، این انتگرال برابر با انتگرال منهای t دوم تا t دوم همین تابع، یعنی تابعی مثل fx دارم دور تناوبش t. خب هر بازه‌ای که در نظر میگیری که طولش برابر t باشه، مقدار انتگراله با هم برابره. مثلا برای سینوس این کارو بکن، دور تناوب تابع سینوس x رو در نظر بگیر، انتگرال بگیر از 0 تا دور تناوبش، بعد بازه رو هم تغییر بده، مثلا بگو از منهای t دوم تا t دوم، میبینی که جواب یکی میشه. با توجه به این نکته ای که ما خدمتون گفتیم، این انتگرال رو من چطوری بنویسم؟ می‌نویسم انتگرال از منهای p تا p، چون دور تناوب این تابع 1 تقسیم بر 3 به اضافه کوسینوس x رو اگه بخوام در نظر بگیرم، دور تناوب کوسینوس 2 پی دیگه. به خاطر این من دور تناوبم که 2 پی، از 0 تا t رو که داریم نگاه میکنیم، مینویسمش از منهای پی تا پی، مثل اینجا از منهای t دوم تا t دوم، و تابع رو مینویسم 1 تقسیم بر 3 به اضافه کوسینوس x dx. یعنی نقطه پی من که باعث شد به علت این تغییر متغیر یک ناپیوستگی بود و مشکل ساز بشه، انتگرال من صفر بشه و جواب اشتباه به من بده، اومدم با این تغییر بازه موضوع رو حل میکنم. و ما میدونیم که این تابعی که ما اینجا داریم در واقع انتگرالش از منهای پی تا پی هستش. میتونیم به این صورت، چون تابعی ما زوج هست، میتونیم بگیم دو تا از صفر تا پی، یک تقسیم بر 3 به اضافه کوسینوس x dx. حالا این انتگرال رو حل کن. به جای تانژانت x دوم تغییر متغیر z مساوی با تانژانت x دوم قرار بده، حل کن، به جواب درست خواهی رسید. اینو ما قبلا بررسی کردیم مشابهشو، دیگه من ادامه نمیدم. فقط خواستم بگم که ما اگه از اون ابتدا می اومدیم تغییر متغیر رو میدادیم و حل میکردیم، موقع عدد گذاری کران صفر و دو پی رو میذاشتیم، به جواب صفر میرسیدیم که جواب اشتباهی بود، چون نقطه پی که توی این بازه قرار داره نقطه ناپیوستگیه برای این تغییر متغیر ما، چون تانژانت پی دوم تعریف نشده است. پس وقتی داری تغییر متغیر میدی توجه بکن به این موضوع.